خب دوستان، مجدداً با برنامه زنان امید در خدمت شما هستیم. امیدوارم که از این سرود زیبا لذت برده باشید. دوستان، امروز فرشته جان داستان بهار و آرش رو برای ما تعریف کرد و شنیدیم که چطور به افراد بی خانمان خدمت می کردن و چه تجربیاتی توی این زمینه کسب کردن. نمیدونم میتونی احساس این افراد رو درک بکنی یا نه. میدونین اون دختر وقتی مجبور بود که از خونش فرار بکنه چه احساسی داشت؟ مردم به خاطر دلایل زیادی ممکنه خونه و خانواده‌شون رو از دست بدن. که مطمئنم خیلی از شما از این گونه اخبار شنیدید. بله، و همینطور فهمیدیم که آرش و بهار به خاطر محبتی که خدا به اونها داشته به اون مردم کمک میکردن. و در ضمن امروز میخواییم یک داستان دیگه براتون تعریف کنیم. این داستان در مورد شخصی که به مردم بی خانمان و فقرا کمک میکنه. نوشین عزیز امروز میخواد این داستان رو برای ما تعریف کنه. عزیزان، توران که البته به اسم خواهر توران صداش میکنن توی یه خانواده معمولی متولد شد. 14 سالش بود که به خداوند عیسی مسیح ایمان آورد و زندگیش رو تسلیم خداوند کرد. با محبتی که خدا توی قلبش قرار داد، شروع به کمک در گروه جوانان کرد. وقتی دانشجو بود، متوجه بیماری شد و دکتر بهش گفت که تا سن 25 سالگی فلج میشه. اما حین خدمتش توی بیمارستان، به طرز معجزه آسایی شفا پیدا کرد و فلج نشد. خدا برای اون نقشه داشت. اون قرار بود که به مردم زیادی کمک بکنه. توران توی سن 28 سالگی با مردی به اسم حمید ازدواج کرد. حمید توی تجارتش موفق بود و کارش واردات لوازم آشپزخونه بود. توران توی کلیسای محلی به مردم زیادی کمک میکرد. اون با گروه جوانان کار میکرد و به گروه پرستش کلیسا توی کارهای مدیریتی کلیسا هم کمک میکرد. اون رهبر خیلی خوبی بود. یه مدت سرپرست گروه بانوان کلیسا هم بود. ظاهراً این خواهر توران خیلی فعال و پرمشغله بوده. دقیقاً همینطوره فرشته جان. هنوزم هست. یه جاله. بله. توران متوجه شد که مردم زیادی هستن که غذای کافی برای خوردن ندارن. و به درگاه خدا دعا کرد و ازش طلب کمک کرد و بعد شروع به خدمت به فقرا کرد و بهشون غذا رسوند. تا جایی که دیگه غذایی برای خوراک دادن به اونها نداشت. اما این تازه شروع خدمتش بود. همسر توران برای کمک به فقرا یه مرکز خیریه را انداخت. اونا بچه هایی رو می دیدن که والدینی برای مراقبت ازشون ندارن. پس یه مدت بعد به فکر باز کردن یه یتیم خونه افتادن. همینطور سالمندایی رو می دیدن که کسی برای مراقبت ازشون نبود. پس تصمیم گرفتن که سرپناهی برای اونا در نظر بگیرن. چه جالب نوشین. واقعا همه اینا که گفتی انجام دادن؟ خب دیگه چه کارایی کرده؟ بله انجام دادن فرشته جان. اونا هر دو شبان کلیسا شدن. هر هفته فقرای زیادی به این کلیسا می اومدن. اونا حتی یه مرکز مشاوره برای کمک به این افراد رو اندازی کردن. حمید دفتر کارش رو هم برای کمک به مردم در اختیار کلیسا قرار داد. عزیزان، توران و همسرش همونطور که عیسی به ما فرمود به مردم اهمیت میدن. اما آیا این خدمات صرفاً برای افرادیه که عضو کلیساشون هستن؟ نه، مسلماً که نه. اونا به کل مردم از هر دین و نژادی کمک می‌کردن. مرکز درمانی، کلاس‌های مهارتی اونا هم برای کل افراد نیازمند در دسترس بود. به افرادی که می‌خواستن کار خودشون رو اندازی کنن وام می‌دادن و برای بعضی مناطق آب شرب تأمین می‌کردن. پس خدمت و خیریه‌شون خیلی گسترده شده، درسته؟ بله. الان بیشتر از 80 نفر باشون همکاری میکنن که بعضیاشون پزشکن. توران همچنان مدیر این خیریه است. محبت اون نسبت به فقرا و بیماران خیلی زیاده. خب هزینه این خیریه چطور تامین میشه؟
باید هزینه هنگفتی باشه. همینطوره، افراد زیادی هستن فرشته جان که به این خیریه کمک‌های مالی میکنن. افرادی که مثل توران قلب کمک به نیازمندا رو دارن. بهار و همسرش، توران و همسرش با کمک به دیگران محبتشون رو نسبت به عیسی نشون دادن. حالا میخوام از کلام خدا، کتاب مقدس، سخنان خداوند عیسی مسیح رو در این باره براتون بخونیم. عیسی با پیروانش درباره روز داوری صحبت میکرد. در مورد زمانی که پادشاه بر میگرده و هر کس رو بر اساس زندگیش قضاوت میکنه. اون به بعضی از افراد اینطور میگه: بیایید ای برکت یافتگان از پدر من، زیرا گرسنه بودم به من خوراک دادید، تشنه بودم به من آب دادید، غریب بودم به من جا دادید، عریان بودم مرا پوشانیدید، مریض بودم عیادتم کردید، در زندان بودم به دیدارم آمدید. آنگاه پارسایان پاسخ خواهند داد: سرور ما، کی تو را گرسنه دیدیم و به تو خوراک دادیم، یا تشنه دیدیم و به تو آب دادیم؟ کی تو را غریب دیدیم و به تو جا دادیم و یا عریان و تو را پوشانیدیم؟ کی تو را مریض و یا در زندان دیدیم و به دیدارت آمدیم؟ پادشاه در پاسخ خواهد گفت: آمین به شما میگویم، آنچه برای یکی از کوچکترین برادران من کردید، در واقع برای من کردید. پس عیسی به ما گفته که وقتی به دیگران محبت میکنیم، انگار که داریم به خود او محبت میکنیم. یادتون باشه عزیزان. دقیقا همینطوره فرشته جان. میدونی بعضی از ما نمیتونیم کمک‌های زیادی انجام بدیم. شاید اونقدری از نظر مالی شرایط خوبی نداریم که بتونیم مثل توران یا دیگران بتونیم کمک مالی بکنیم به اشخاص دیگه. اما اکثرمون میتونیم کارهای کوچیکی برای دیگران انجام بدیم. اگه بخوایم به دیگران محبت کنیم، قطعاً راهش رو پیدا میکنیم. لازم نیست که کمک‌های ما صرفاً مالی باشه. شاید بتونیم به دیدن یه شخص تنها بریم یا به کسایی که میدونیم شرایط خوبی ندارن غذا براشون ببریم یا هر کاری دیگه‌ای که مثل این باشه. خدا وقتی ببینه که ما هر کاری از دستمون برمیاد برای کمک به دیگران انجام میدیم، خوشحال میشه. حتی اگر اون کار خیلی کوچیک باشه. دوست من، عزیز دل من، تو هم دوست داری همون کاری که عیسی گفت و انجام بدی و به هر نحوی که میتونی به دیگران کمک کنی؟ میدونی که میتونی. میتونی از خدا بخوای که در این مسیر بهت کمک کنه. خدا راهو به تو نشون میده. آمین. عزیزان بیاین با هم قبل از اتمام برنامه یه لحظات کوتاهی با هم دعا کنیم. خداوند عزیز، پدر قدوس، دعا میکنیم خداوند قوتت رو از اعلی بر ما بریزی تا بتونیم کمک دیگران باشیم. ای خداوند، باشه که محبتی که از تو میگیریم خداوند نثار دیگران بکنیم. همونطور که تو ما رو محبت میکنی، ما یکدیگر رو محبت کنیم. همونطور که تو ما رو خدمت کردی خداوند، ما یکدیگر رو خدمت بکنیم و هر کاری که از دستمون برمیاد برای کمک به هم انجام بدیم. ای خداوند، تو خداوند راه رو نشون بده تا بتونیم توی مسیر درست قدم برداریم و باشه که خداوند ما باعث بنا و برکت دیگران باشیم. ای خداوند، تمام دعاها رو به اسم قدوس عیسی مسیح به حضورت آوردیم با شکرگزاری. آمین. آمین و آمین و آمین. خدا رو شکر نوشین جان، مرسی برای بودنت، مرسی برای خدمتت. عزیزین همچنین فرشته جان. عزیزان، برنامه امروز ما به پایان رسیده. شما میتونین از طریق راه‌های ارتباطی با ما در تماس باشین. خوشحال میشیم که راجع به کمکاتون بشنویم یا هر کاری حتی اگر کوچیک باشه برای دیگری انجام داده باشید. ما رو خوشحال میکنه و پدر آسمانی ما رو بیشتر خوشحال میکنه. همینطوره. من شما رو به دستان امن خدا میسپارم و بهتون خدا نگهدار میگم. خدا نگهدار عزیزان.
امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 تکرار می کنم 2031-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه زنان امید را در صفحه اینستاگرام زنان.امید و همینطور صفحه فیسبوک و کانال تلگرام زنان امید دنبال نمایید. خوشحال می شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون را در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.